جعفری، ایران و آمریکا همزمان نسبت به توافق وین ابراز ناامیدی کردند، در حالی که قبلا میگفتن که توافق خیلی نزدیکه. چه اتفاقی افتاده که این تغییر روی کرد و این تغییر اظهارات رو حالا شاهدش هستیم؟ ببینید، در درجه اول من فکر می‌کنم بخش مهمی از ماجرا به سوء محاسبه مقامات جمهوری اسلامی ایران مربوط میشه، به این معنا که تصورشون بر این بود که اگر که روند مذاکرات رو طولانی تر کنن به دلیل نبود گزینه‌های جایگزین در ایالات متحده و همچنین شدتگیری درگیری‌ها و تنش‌ها در مرحله اول در اوکراین و سپس درگیری و حمله نظامی روسیه به اوکراین، ایالات متحده دستش خالی خواهد بود و حاضر خواهد شد امتیازات بیشتری رو به ایران اعطا کنه. این در حالی است که این برآورد کاملا غلط بود، به این دلیل که هر چقدر که زمان گذشت شرایط سخت‌تر شد. به عنوان مثال موضوع خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی از مسائلی بود که منابع نزدیک به هیئت‌های مذاکره کننده می‌گفتند که قابل حل هست، ولی هر چقدر که این زمان طولانی‌تر شد مخالفان و دشمنان توافق هسته‌ای ایران چه در منطقه چه در اسرائیل و چه در ایالات متحده آمریکا فرصت بیشتری رو پیدا کردند برای کارشکنی و برهم زدن این توافق، و در حال حاضر می‌بینیم این مسئله‌ای که به نظر می‌رسد قابل حل شدن باشه در حال حاضر به یک گره اساسی و مهم تبدیل شده. و بیانیه دیروز مجلس که به در واقع دولت هشدار میده که از خطوط قرمز نظام نباید عبور کرد، آیا این صحبت‌های امروز آقای خطیب‌زاده را هم داشتیم، آیا اینها نشان دهنده اینه که حکومت و دولت هنوز در خصوص مذاکرات احیای برجام یک دست فکر نمی‌کنند؟ بله طبیعتاً این هست، البته در یک طیف مشخص و مشترکی هستن تمام این ایده ها، اما به هر حال همین طیف هم منتهی علیه سمت چپ و سمت راست داره که نگاهاشون متفاوته. برخی از اعضای نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای در واقع نزدیک به سپاه پاسداران حتی توافق هسته‌ای رو چندان مطلوب خودشون نمیدونن و ترجیح میدن که فرصتی که در واقع در حاشیه و در خلال تحریم ها براشون به وجود میاد بتونه استمرار پیدا کنه و منافع اقتصادی بیشتری رو براشون به ارمغان بیاره. بله به هر حال اختلاف نظرهای وجود داره، هرچند من فکر نمی کنم خیلی اظهار نظر نمایندگان مجلس ایران رو باید جدی گرفت. و توافق احتمالی وین در آمریکا چه موانعی برای اجرای شدن داره؟ همونطور که عرض کردم توی پرسش اولتون، مسئله اینه که در ماه‌های اخیر این اختلافات پررنگ‌تر و جدی‌تر شده و دشمنان توافق هسته‌ای ایران چه در منطقه چه در ایالات متحده فعالیت بیشتری داشتن. به عنوان مثال هر چقدر که ما داریم نزدیک‌تر می‌شیم به انتخابات کنگره، حتی بخشی از دموکرات‌ها با توجه به فضای رسانه‌ای که ایجاد شده علیه توافق هسته‌ای ابراز نگرانی کردن نسبت به اینکه حصول این توافق ممکنه انتخاب مجدد رو در کنگره به خطر بندازه. ضمن اینکه یه سیاست مهمی که اسرائیل در قبال این گفتگوها در پیش گرفته که کاملا متفاوت با راهبرد آقای نتانیاهو بوده، اینه که برخلاف آقای نتانیاهو نفتالی بنت چندان دنبال کارهای رسانه‌ای نبوده و خیلی در واقع پشت پرده تلاش کرده اقدامات خودش رو انجام بده و ضربات لازم رو به روند حصول توافق بزنه. در نتیجه من فکر می‌کنم که مجموعه اینها رو میشه از جمله موانعی دونست که میتونه اجرای توافق هسته‌ای با ایران رو تهدید بکنه. سپاسگزارم از توضیحات شما سعید جعفری، روزنامه‌نگار که از روم همراه ما بودید.